سلام آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. یکی از شاخصه های این جمهوری جهل و جنون، همیهنان گرامی، که دیگه من فکر نمی کنم علاوه بر مردم ایران بسیاری از کشورها به این موضوع آشنا شدن که در جمهوری اسلامی دروغگویی و فرهنگ شارلاتانی و پشت هم اندازی یه فرهنگ فائقه، یه فرهنگ برتره، فرهنگیست که بدون استثناء از رأس رژیم یعنی علی خامنه‌ای گرفته تا اون کسانی که در مراتب پایین‌تر هستن و به اصطلاح سمت‌هایی دارن، همه دروغ میگن. متأسفانه این جریان به عده زیادی از مردم هم سرایت کرده. اصلا خیلی از دوستان که زوحیاتینن، میرن ایران، میان خارج، مثل قورباغه، هم تو آبن، هم تو خشکی، میرن ایران. بعد حالا اونجا البته دلار و یورو و اینا خرج میکنن و خب نسبتا براشون ارزونتر هست، ولی بر میگردن. من تا به حال ندیدم یک دونه از اینا تعریف بکنه. تو میگی اوضاع چه خبره، میگه وحشتناک، مردم پشت هم اندازن، دروغگو شدن، نمیدونم برادر به برادر رحم نمیکنه، مادر به نمیدونم بچه هاش رحم نمیکنه، که واقعیت داره. این البته عده زیادی من از دوستان میشناسم که برادرانشون زندگی اینا رو نابود کرد، عمر اینجا زحمت کشیدن در امریکا، در اروپا، و مثلا از پدرشون ارثی بهشون رسیده، خودشون هم از اینجا ورداشتن، پولی فرستادن، خانه خریدن، حالا چه در شمال، چه در تهران، چه در شهرهای دیگه، و به خاطر اینکه اینا حیف و میل نشینه، میدونم اجاره نشین نه یا خونه رو بخوره یا زندگی اینا رو بخوره، دادن به برادرشون یا خواهرشون به شکل امانت که اینا امانتداری بکنن، نشون به این نشونی که همون امانتدارا، همون خواهرا، همون برادر، حتی پدر ثروت اینا رو نمیدونم اندوخته یک عمرشون رو بالا کشیدن. بگذاریم، خب اینا همش نتیجه یک حکومت پشت همانداز دروغگوه که سرایت کرده به جامعه. شما نمیتونید از یک حکومت سراپا دروغ، سراپا حقبازی و شارلاتانبازی انتظار داشته باشید یک مردم همه پاک و همه روابط بسیار انسانی بینشون حاکم باشه. محال همچی چیزی. من یه دفعه دیگه تو این برنامه نمونه آوردم، همه میدونم حداقل من کمونیست نیستم، حالا اینم برای این تعریف میکنم که یه واقعیتیه. در ویتنام، در ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی، زمانی که وان تیو رئیس جمهور به اصطلاح ویتنام جنوبی بود، با اونوارم که خب میدونین دست کمونیستا بود و همیشه ویتکونگا این وقت یعنی ویتنام جنوبی درگیر بودن با دولت، طوری که دیگه این اواخر که چه از کنم، مثلا دیگه مثلا 3-4 سال مونده بود سقوط کنه دولت یا 5 سال، علاوه بر 350,000 یا 300,000 سرباز آمریکایی، حدود 1,000,000 هم سرباز کره ویتنام جنوبی هم در کارزارها میادین جنگ با ویتکونگا می‌جنگید، ولی نمیتونستن کاری بکنن. چرا؟ برای اینکه اونا انگیزه داشتن. سربازای ویتنام جنوبی اکثرا پول میگرفتن و زندگی خیلی راحتی هم داشتن، سربازای آمریکایی هم که حاضرن تو یک کشور غریبه، بنابراین انگیزه اونطوری که با این
ویتکونگا اینطوری به جنگن، به خصوص که اونا تمام راه های حمله به ویتنام جنوبی و سربازان آمریکایی رو داشتن. حالا میخوام اینه بگم، زمانی که یک همچین جمعی، یعنی 1,300,000-1,400,000 سرباز در جبهه جنگ جنگیدن، در سایگون که پایتخت ویتنام جنوبی بود، 80,000 زن تن فروش در کاباره ها و نایت کلوب های مختلف کار میکردن، چون بسیاری از این جنگجویان آمریکایی و ویتنام جنوبی که از آخرهای هفته به اصطلاح به عنوان استراحت از میادین جنگ برمیگشتن به سایگون، برای اینکه مثلا 24 ساعت 48 ساعت بهشون خوش بگذره، میآمدن میرفتن به این نقاط نایت کلوب ها و با زنان به اصطلاح تنفروش و اینا رابطه برقرار کردن. خب اینم طبیعی بود. یعنی سایگون با جمعیت چند میلیونیش 80,000 زن تنفروش هم داشت که از نقاط مختلف ویتنام جنوبی آمده، حتی کشورهای همسایه اومده بودن در سایگون و در اونجا کار میکرد. موقعی که سایگون سقوط کرد، حکومت ویتنام جنوبی از هم پاشی، و اونایی که خاطرشون هست شاید در فیلم ها دیدن، در یوتیوب دیدن، آخرین لحظات دیگه از پشتبان سفارت آمریکا دو تا سه تا هلیکوپتر عده ای از کسان ویتنامی هایی که به اصطلاح همسر آمریکایی داشتن یا بالاخره اجازه اقامت به آمریکا رو داشتن، اینا خودشون از هلیکوپترها آویزون میکردن و عده زیادی هم موندن بعدن دست ویتکونگ افتاد که سقوط کرد. ویتنام جنوبی سقوط کرد و حکومت افتاد در دست کمونیستا. میخواستم اینو بگم، کمونیستا در عرض دو سال 80,000 زن تنفروش کلاس های متعدد براشون گذاشتن، یه عده از اینا رو آماده کردن برای اینکه برن در بیمارستان ها کار کن، عده زیادی از اینا رو تعلیم دادن تا اینا رفتن توی قسمت فرض کنید بهداشت، رفتن تو قسمت تعلیم و تربیت، رفتن، میخوام اینو بگم که اینا رو براشون کلاس های متعدد گذاشتن و شروع کردن اینا رو فرستادن به این نقاط. بسیاری از قاچاق کن هایی که یا قواد هایی که در سایگون کار میکردن، اینا رو هم رفتن دوره های مخصوص دیدن فرستادن مزارع. میخوام اینو بگم که در عرض 4 سال تمام اون جامعه پر از فساد که در ویتنام جنوبی بود، همه رو این ویتنامی ها یعنی دولت کمونیستی ویتنام سعی کرد از اینها اشخاصی بسازه که بتونن در خدمت مردم باشن. میگم من کمونیست نیستم، از کمونیستان دفاع نمی کنم، دارم یه واقعیت ها رو میگم که در ده ها کتاب راجع بهش نوشته شده. چرا اینطوری شد؟ برای اینکه حکومت عوض شد، یک حکومت فاسد به اسم ویتنام جنوبی رفت و یک حکومتی جایگزین شد که این حکومت برای خودش برنامه داشت. شما اگر توی ایران یادتون باشه، میگن در زمان آقای رزمارا کسانی که میخواستن اتوبوس سوار شن، هر چی گردن کلفتر بود میرفت تو اتوبوس. پیرزنا، زنان بی دست و پا، مردان از کار افتاده، اینا همیشه 10 تا اتوبوس میرفت گردن کلفتر تو اتوبوس، بقیه مردم هم طوری 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت بیرون. تا این شد که شهربانی آمد گفت از این پس برای سوار شدن به اتوبوس باید صف بذاری. مردم تو صف هم میشدن، خیال هم راحت شده و این صف هم بعدن ادامه بده. میخوام بگم دولت نقش بسیار تعیین کننده در رفتار مردم دارن. همینه میگم از یه دولت قاچاقچی، یک دولت سراپا فاسد، یک دولتی که از ناخونهای اکثرشون خون میریزه،
و چپاولگر شما میخواین یک جامعه سالم به وجود بیاد، مردم همه قانون رو رعایت بکنن، به همدیگه و حقوق همدیگه احترام بذارن. محال همچی چیزی، محال همچی چیزی. بنابراین هفته گذشته من به این موضوع اشاره کردم که ما در داخل، مردم ما در داخل ایران باید بیان در جهت مخالف شنا بکنن. و گفتم در حالی که رژیم سبویت نشون میده، خانواده ها رو میپاشه از هم، بسیاری از عزیزانی خانواده ها رو میگیره، شکنجه میده، آزار میده، بعد از 4 سال 5 سال اعدامشون میکنه، اینها بایستی سعی کنن مردم، به خصوص جوان ها، من خطابم به جوان هاست، اینا باید سعی کنن با هم متحد باشن، رفتاری خلاف رژیم بکنن، به همدیگه برسن، در کوچه ها، در خیابان ها، در محلات سعی بکنن رفتاری رو انجام بدن که رژیم نمیخواد و بین خودشون الفت و انس به وجود بیارن. در غیر این صورت مردم ما تبدیل میشن به حیواناتی مثل خود رژیم که همه همدیگر رو کتک میزنن، به همدیگه چاقو میکشن، قمه میزنن، حقوق همدیگر ضایع میکنن. همین چیزی که الان داریم میبینیم در بیشترشون. یکی از راه‌های مبارزه با رژیم جهل و جنون جمهوری اسلامی اینه که مردم ما راهشون رو جدا کنن از این حیوانات، از این حیوانات که چه از این آدم خورها. اما یکی از این چیزاش که تو اینا بسیار به چشم میخوره دروغگویه. گفتم براتون، یعنی واضح‌ترین مسائل دروغ میگه. احمدی نژاد یادتونه؟ احمدی نژاد یه آدم تنهایی نبود که دروغ میگفت. خود رهبر جمهوری اسلامی یکی از دروغگوهای اصلیه. آقای خمینی هم دروغ میگفت. تمام حرفایی که تو نفل شاتو خود منم شاهد بودم، همه رو دروغ گفت. تمام این سرداران حلبی به دوش همه دروغگوها. تمام رؤسای جمهوری، رؤسای مجلس، همه آخوندا که در رأس کارم، من فرقم نمیذارم که اون آقای خاتمی، اون روحانی، نه، همشون دروغ میگن. اگه نمیگفتن آقای خاتمی نمیومد 8 سال عمر مردم ایران رو تلف بکنه و بیا تو شعار انتخاباتیش بگه من حکومت قانون رو مستقر میکنم، بعد بیاد 8 سال بعد مردمی رو که به این مرد امیدوار بودن، رأی داده بودن، با جون و دل ازش طرفداری میکردن، به اونا نگه من یه تدارکاتی بود. حالا اون هیچی، این مردک روحانی آمد کلید نشون داد، رنگ نمیدونم فلان نشون داد، گفت من آمدم به شما بگم که این دوران عوض شد. حالا میبینید که اصلا کاره ای نیست. کاره ای نیست. 20 نفر از جوانای سنی رو که باید شما برین تو یوتیوب بعضی خاطرات اینا رو گوش کنید قبل از اعدام که چه چیزهایی میگن، زیر شکنجه، زیر فشار از اینا اقرار گرفتن و بعد کشتنشون. هیچ رژیمی رو در دنیا پیدا نمی‌کنید که بیاد آدم‌ها رو کتک بزنه، شکنجه بده، ازشون اقرارهای بی خودی بگیره بعد اینا رو اعدام کنه. این بیماری روانی این رژیمه، یعنی در رأس اینا یه آدم روانیه، بقیهشون هم روانی هست و این آدم های روانی فقط با خون انسان ها آروم میشن. اینو باور کنید از من. این شهرام امیری رو دیدی؟ این فرار کرد رفت پیش آمریکایی ها. از طریق عربستان فرار کرد اومد امریکا، آمد در اونجا مصاحبه کرد که آقا من به میل خودم از اون فضای فساد، از اون فضای دروغ، از اون فضای پر از زجر و ناراحتی مردم فرار کردم، اومدم به آغوش دموکراسی، در اینجا میخوام تحصیل کنم، اینطوری بکنم، اینطوری. اون یه چیزی رو نمیدونست و اون اینی که با یک رژیم آدمخوار طرف بود که اصلا تمام اصول انسانیت و بشری رو زیر پاش گذاشته به اسم دین.
و با ابزار دین ریختن، زنشو گرفتن، بچه کوچکشو گرفتن، مادر و پدرشو گرفتن، خواهرشو گرفتن. چنون فشاری به اینا وارد آوردن که طاقت فرسا بود. الان توی گزارش ها هست براتون میخونم که خانوادهش میگن در این مدتی که شهرام امیری در آمریکا بود چه بلای سر ما آوردن تا این وادار شد برگشت بیچاره به ایران. و بعد البته من میگم بیچاره برای اینکه این آدم باید تشخیص میداد، شنیده بود که آقا کاپیتان محمدی رو یادتونه، فقط به جرم این که یه هواپیما برداشته بود و آورده بود تو عراق، بعد هم از عراق بلند شد اومد توی آلمان، موقع که میره بچهش رو ببره کودکستان یا دبستان، بچه رو میذاره تو دبستان، بر میگرده دوتا موتور سوار تو برف هم بوده با تیر میزنه میشه. همین ششم چند روز قبل مصادف بود با قتل عام منزل شادروان شاپور بختیار با سروش کتلی. چقدر جنایت اینا انجام دادن، ریختن سران حزب دموکرات رو در میکونوس کشتن و مخالفین رو از جمله سران حزب دموکرات. آمدن بسیاری از رهبران یا افراد فعال اپوزیسیون در خارج از کشور یا ترور کردن یا با چاقو زدن که اینا بقیه دیگه بترسن. فریدون فرخزاد نمونش، یه هنرمندی که ترس نداشت از اینا، حرفاشو میزد. من بارها گفتم آمدن تکه پارش کردن بروهر و همسرشو تو تهران، ریختن چنون تکه پاره کردن اینا رو که بقیه بترسن، بگم ببینید عاقبتتون اینه. 37 سال اینا دارن جنایت میکنن، هنوز نفهمیدن در برابر هر یک نفری که میفته ده ها نفر بلند میشن. اینو نفهمید. شهرام امیری باید میدید اینا این کارا رو کردن و حداقل اینقدر باید شعور میداشت که زنش و بچهش و اینا رو میفرستاد خارج، بعد خودش فرار میکرد، نه فرار کنه با این امید که زن بچهش هم میبره. اون به میزان سبوییت اینا هنوز پی نیورده بود. زنشو گرفتن، بچهشو گرفتن، پدرشو گرفتن، مادرشو گرفتن، شکنجه دادن، بهش گفتن باید برگرد. و اینا پای تلفن زجه میزدن که برگرد، همه ما رو گرفتن، اسیر کرد. اینا که تا راجب کربلا صحبت میکنی، اسرای نمیدونم کربلا که به اصطلاح طرف امام حسین بودن، این پیچ اشکار رو باز میکنن، زار زار گریه میکنن از رهبرشون تا اون پایین، خودشون دست هرمله و یزید و شمر را خوش بستن. حالا میخوام اینه براتون بگم، اینی که در زندانهای جمهوری اسلامی چه جنایت های انجام میشه از هر من الشمسه. تمام سازمان های حقوق بشر بین المللی، سازمان ملل متحد، نمیدونم نماینده ویژه‌ای که سازمان ملل تا حالا انتخاب کرده برای رفتن به ایران که اینا اکثرا اجازه ندارن، چه کلندی پول نمیدونم، چه این آقای شهید، هیچ کدوم اینا رو اجازه ندارن برن ایران. بعد که جنایت هایی تو زندان کردن، چقدر از این زندانیان رو زیر شکنجه ها کشتن، بعد گفتن ایست قلبی، از هدا صابر بگیرید، نمیدونم اکبر محمدی بگیر، همینطور من میتونم ده ها نفر رو بگیرم، صد ها نفر رو بگیرم. یا کشتن، اعدام کردن، گفتن اینا قاچاقچی بودن. 20 نفر جوون سنی رو همین کرد هفته گذشته اعدام کردن. ببینید چه دروغایی راجع به اینا درست کردن که اینا قتل کردن، نمیدونم اینا این کار کردن، اسلحه داشتن. و بعد زد بیرون، این خبر اومد بیرون، معلوم شد همه رو طبق معمول دروغ میگن، بیمارن. گفتم براتون که اینا بیمارن، گوش کنید.
رئیس زندانای این آدمخورا ببینید چی میگه. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی ایران ادعا کرد که جمهوری اسلامی در زمینه رعایت حقوق زندانیان در دنیا سرآمد است. واقعا چقدر آدم باید دروغگو باشه، کلاش باشه، پشت هم انداز باشه که یه همچه حرفایی بزنی؟ گوش کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره جایگاه حقوق بشر در زندان‌های ایران گفت که به جرأت می‌توانیم بگوییم در بحث رعایت حقوق زندانیان با همه کاستی‌ها به نحوی عمل کردیم که در دنیا سرآمد است. وی همچنین افزود که با آنکه هزینه‌های زیادی برای این امتیازات صرف می‌شود، آخه آدم واقعا دلش می‌سوزه جمهوری اسلامی چقدر پول می‌ده، اما سازمان زندان‌ها همه این اقدامات را در راستای حفظ حقوق بشر و کرامت حقوق انسانی انجام می‌دهد. یعنی اینا از خوراک زن بچه‌شون می‌زنن. ببینید اسلام چیکار کرده در این؟ از شکم زن بچه‌شون می‌زنن که زندانی‌ها ناراحت نباشن. میزای بزرگ، انواع اقسام غذاها، نوشابه ها، استخر، یه موقع بود استخر عکس می‌گرفتن توی اوین استخر هم گذاشتیم، زمین تنیس، زمین والیبال. رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی ایران اضافه کرد زندانیان ایران در حالی از این امتیازات برخوردار هستند که در بسیاری از کشورها زندانیان از حقوق اولیه‌شان هم مانند بهداشت، غذا و درمان محرومند و در کمتر کشوری مانند ایران این مسائل اینقدر با دقت تعقیب می‌شود. آنطور که وی گفت، سازمان زندان‌ها در ایران علاوه بر توجه به بهداشت و درمان زندانیان به آموزش، حرفه آموزی به خصوص کمک به خانواده زندانیان هم پیش رو هست. مرتب میرن در خونه خانواده های زندانی در میزن، شما به چیزی احتیاج ندارید، تعارف نکنین ها، اگر میخوام مثلا گونی گونی برنج میبرن، کیلو کیلو گوشت میبرن. اینا اینطوری هست. ما ها مخالفین واقعا کوریم، نمیبینیم. بله، اصغر جهانگیر روز 10 مرداد سال جاری نیز در یک نشست طرح مسئله حقوق بشر از سوی برخی کشورها درباره ایران را موضوع سیاسی دانسته و گفته بود به ادعای تمامی بازدید کنندگان خارجی از زندان‌های کشور، برنامه‌های زندانبانی ما و رعایت حقوق زندانیان در جهان کم نظیر است و شاخص‌های ما از بسیار از کشورهای مدعی حقوق بشر فراتر می‌رود. این گزارش رادیو فرداست دارم براتون می‌خونم، یعنی گزارش من نیست. اینا چه موقع این حرفو می‌زنن؟ موقعی که اصلا یک نفر خارجی از سال 1384 تا حالا اجازه بازدید از زندان‌ها رو نداشته و این مردک از کجا میگه که هر خارجی که اومده گفته این زندان‌ها بی‌نظیره؟ از جمله روز 31 خرداد سال جاری کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی شرایط دست کم 25 زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین را غیر قانونی و غیر انسانی محروم غیر انسانی توصیف کرده و از بدرفتاری زندانبانان با آنها خبر داد. بعد در همین گزارش اومده که اینا از کمک‌های پزشکی محروم هستن، اجازه ندارن حتی با فرزندان کوچکشون ملاقات بکنن، بعدن مرتبا با محدودیت روبرو هستن. آبی که اینا باید بخورن
آبی که آب شرب فقط 2 ساعت در روز داره، اونم قابل خوردن نیست. میبینید همین الان دیگه نمید اینه دید. اما این جالبه، شما هیچ وقت دیدید تو دنیا یه جلاد رو که این به اصطلاح تناب دار گردن آدم ها میزنزه اینو بیارن بکنن مثلا رئیس حقوق بشر اون کشور، هم چیز دیدیم؟ میتونید باور کنید که این جانی درجه یک سعید مرتضوی حدود 7 سال پیش از طرف رژیم جمهوری اسلامی در کنفرانس حقوق بشر در وین که ریاستش با این جواد آملی بود، یعنی همین مردک جوانی که الان رئیس حقوق بشر قوه قضاییه است، برادرش هم که رئیس قوه قضاییه است، اون یکیش هم که رئیس قبیله مجلس، این سعید مرتضوی رو دعوت کرد به عنوان یکی از اعضای تیم حقوق بشر قوه قضاییه در وین. و اینجا بود که بچه های آلمان، بچه های اتریش، ایتالیا، این کشورهای دیگه ریختن توی وین، آبرو حیثیت اینا رو بردن، شبونه سعید مرتضوی فرار کرد. اینه دیگه. حالا دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بیانیه او درباره اعدام تعدادی از زندانیان اهل سنت اعتراض کرد و ادعای شکنجه شدن آنها را بی اساس و غیر واقعی خواند. میگم براتون، من الان امکان نداره برام که متن مصاحبه هایی که یکی دو تا از این هموطنان کرد سنی ما رو که اعدام کردن براتون بذارم. شاید امیر شهرتی و سایر همکاران من تو برنامه‌شون بتونن بزنن، چون این تو یوتیوب هم هست. یکی از دوستانم به من تلفن زد گفت آقا این یکی از این کسانی که از این جوان ها قبل از اعدام اومده مصاحبه کرده و گفته تو این مصاحبه که چگونه یه دادگاه 10 دقیقه‌ای برای اینا گذاشتن، اجازه ندادن اینا حرف بزنن، زیر شکنجه از اینا اقرار گرفتن و وکیلی که برای اینا تعیین کردن در حقیقت طرفدار دادگاه وکیل تسخیری اونا بوده نه اینا، بعدم اعدامشون کرد. یعنی آدم فکر میکنه که تو ممکنه در یک رژیم اینقدر جنایتکار وجود داشته باشه؟ ما خیال میکنیم سابق خلخالیه فقط. من بهتون بگم بدون هیچ نوع تعارف، خب همه هم میدونن 95% این کسانی که در پست‌های حساس در جمهوری اسلامی هستن همشون جوانی هستن و همشون دوستن، پست‌های مهم رو دارن ها، نه آدم های معمولی، یعنی مورد تایید رژیم هم. فرق هم نمی کنه اصلاحچی باشن، نمیدونم اینا رو، این بازی ها رو درآوردن برای اینکه گفتم براتون هر چند وقت یه دفعه یه امام حسین درست کنن، یه شم، گاهی شم بیاد گاهی امام حسین. حالا اگه این روحانی بره که به صورت نقش امام حسین بازی میکرد، یه آدمی مثل شمخانی، مثل اون مرده که قال دوست قالی باف اینا رو میرن. مولوی عبدالحمید میدونید که امام جمعه اهل سنت زاهدان، مرد بسیار شجاعی هم هست، گفته این کار شما برای چی کردید؟ در شرایطی که تو منطقه شما کاملا زیر نظر کشورها هستید، آیا اعدام 20 اهل سنت رو شما واقعا کاری میدونید مفید؟ همین رو نگرمی، اینا بارها و بارها اعلام کرده، از جمله اون رهبر دروغگوشون که در بین ما سنی و شیعه و اینا اصلا فرق نداره، همه ما مسلمونیم، همه ما یک کتاب داریم. این غربی ها هستن و این کشورهای مرتجع عرب هستن که میخوان این فاصله ها رو ایجاد کنن، ولی همین دروغگو اجازه نمیده یه مسجد، یه دونه
تو شهر 14 میلیونی 12 میلیونی تهران یک مسجد سنی وجود داشته باشه، یه دونه. اما همین دروغگو اجازه میده که یک کنیسه باشه، یک کلیسا. نمیگم بگم خیلی مهمه اینا اجازه دادن هموطنان مسیحی ما، نه، چون از افکار عمومی دنیا میترسن، میدونن که اگه یک کلیسا که دیگه یه دونه مونده یا دوتا مونده یا یک کنیسه رو به هم بزنن تو دنیا انعکاس بده میکنن، بی‌آبروترشون میکنن. اما سنی ها مسجد دارن اون نداره. کشورهای عربی اگه اعتراض کنن میگن خب واقعا هم راست میگن، شما شیعه‌ها رو اذیت میکنیم، ما سنی ها. بنابراین بدبستون های منطقه ای هست دیگه، اونا شیعیان رو میزن، اینا سنی ها رو میزن. اما این جالبه، آقای روحانی که اینقدر ادعا داره، وزارت خارجش که زیر دست اون آقای ظریفه، یعنی کی؟ یعنی کسی که چند وقت قبل همین آقای ظریف تو خارج از کشور مصاحبه کرد، گفت ما زندانی سیاسی نداریم. همه اینایی که تو زندان ها به اسم زندانی سیاسی هستن، اینا مرتکب خطر شدن یا اصلا سیاسی نیستن. دروغگویی رو میبینیم وقتی من به شما میگم همه اینا دروغگو هن. از جمله حالا سخنگوی وزارت خارجه که زیر دست همین مرده که ظریفه، که موقع میگفتن این مصدق زمانه، مصدق زمانه. بعد سخنگوی وزارت خارجه شدیداً حمله میکنه به قرب، میگه این 20 نفر که اعدام شدن گرده تروریست بودن، آدم ها رو کشته بودن، نمیدونم دوتا امام جمعه رو ترور کرده بودن، کلاشینکوف پیدا کرده. میگم براتون دروغ گفتن برای اینا مثل ورزشه، اگه یه روز دروغ نگم مثل یه روز شما ورزشکاری ورزش رو زیر کنم، یا یه روز ورزشکاری آدم نکشی، نمیشه. میگه قوه قضاییه اعلام کرد همین مرده که جانی اژه‌ای که برای ما امیری رو کشتیم، و مادر امیری میگه که یه روز قبل از اینکه بچه من رو کشن به من اجازه دادن در یه محلی معلومی کجا، من رفتم، پسرم به من گفتش که مادر من قراره اعدام کنن ولی راحت میشم. از این همه زجر و ناراحتی راحت، ببینید چه جوری میکنن برای آدم. ولی من یه چیزی براتون بگم، همین اینا یاد میدن به بعدی های خودشون که چی کار کنن باشون. اینا خیال میکنن همیشه بر خر مراد سوارن. خوشبختی اینه که دیکتاتورا از هم چیزی یاد نمیگیرن، خیال میکنن اونا خر بودن اینا وارده، اونا بیشعور بودن اینا وارده، اینه که بازم جنایت میکنن. همینطور از زمان نران بگیرید تا به حال، همین دوره معاصر هیتلر بود، همین قذافی بود، همین نمیدونم صدام حسین بود، خیلی کسای دیگه، و اینا یاد نگرفتن. اینا خیال کردن از ابزار دین استفاده میکنن، مردم حالیشون نیست، بعدم بر خر مراد سوارن، نمیدونن ظلم. میگن با سرنیزه میشه حکومت کرد، ولی رو سرنیزه نمیشه نشست. خانواده امیری ببین چی گفته. خانم امیری میگه جسد فرزندش رو مادرش ماموران امنیتی به کرمانشاه آوردن، او توضیح داد جسد فرزندش رو دیده و بر گردن او اثر تناب دار بود. آقای امیری روز جمعه 15 مرداد در کرمانشاه دفن شد. او درباره آخرین دیدارش میگوید که فرزندش مو گفته خلاصه من از این وضعیت نجات پیدا میکنم. اما اینو میخواستم براتون بگم که او میگه که یکی از اعضای خانواده آقای امیری بعد از چند سال سکوت در تیر ماه 1393 اعلام کردند که پسرشان در شرایط نامناسبی زندگی میکنند و به این دلیل اعتصاب قضا کرد. یکی از اعضای خانواده به سمامیوز گفته ما خیلی حرفها داریم که تا به حال نزدیم. ما نگفتیم که چه شد شهرام به ایران بازگشت. همه ما را به اسیری بردن.
اما اگر وضع همینجور بماند میگوییم که در آن یک ماه چه بر سر ما آوردن تا شهرام به ایران برگشت. توجه کردین همین؟ حکومت دینی، حکومت آقا امام زمان، حکومت اولین حکومت الله بر روی کره زمین. همینان گرامی، خیلی گزارش هست که من میتونم بازم میتونم یه دو ساعت دیگه راجع به این شیرین کاری رفقا صحبت کنیم، از جمله معاون گردانهای امام علی به اتهام اخاذی در مشهد بازداشت شد. حالا خیلی مفصل اینا میگم که همینطوری دزدی، اونم که خیال نکنید اینا دزدی ها رو میگیرن بلکه خودشون آدم های پاکن، نه، تو این دزد بگیری ها، تو این به اصطلاح فاشگویی ها، اینی که همدیگر لو میدن، مسائلی خوابیده که برای بدنام کردن حریف این کارا رو میکنن که خودشون رو تبرئه کنن، ولی اینقدر کثیفن اینا، اونقدر دزدن و اونقدر بیت المال رو به قول خودشون خالی کردن که دیگه اصلا با این حرفا پاک نمیشه این دروغگویی ها و اینی که مثلا خودشون رو از حریف دزدی هاشو فاش کنن خودشون تبرئه میشن، امکان پذیر نیست. بگذاریم، طبق روال روزهای سه‌شنبه گفتگو میکنم با آقای علی زاهرزاده. آقای زاهرزاده درود بر شما. درود بر شما آقای فرنجی، همینطور به همه میهندگان و شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی. آقای زاهرزاده، داشتم یه گزارشی رو میخوندم، نوشته بود یکی از افسران سابق CIA با پشتیبانی آقای رامنی خودش کاندید ریاست جمهوری کرده در برابر آقای ترامپ و بسیاری از این رهبران ناراضی به سر جمهوری خواه هم به طور ضمنی دارن اینو طرفداری میکنن، ولی نوشته درست که این شانس زیاد نداره ولی میتونه لطمه زیادی بزنه به کمپین آقای ترامپ. از جمله 50 نفر از سیاستمداران دوره آقای بوش هم که در سمت‌های مهم بودن، اینا هم یه نامه نوشتن و در این نامه نوشتن که این آقای ترامپ صلاحیت این که رئیس جمهور مملکت بشینه. میخوام بگم براتون که داره مثل که یواش یواش مخالفت با آقای ترامپ از حالت معمولی خارج میشه و میکشه دیگه به اعلامیه صادر کردن و مصاحبه کردن و اینجور جا، اونم در آستانه انتخابات. بله آقای فرضی، اول اشاره کردید به این فردی که خودش رو کاندیدای ریاست جمهوری کرده، البته از جمهوری خواهی دموکرات یه نیم شده این لحظه باشه و یک راه پیچیده ای هست در برابر این افرادی برای اینکه بتونن موفقیت پیدا بکنن یا مطرح بشن و فرصت این براشون پیش بود که در ایالت‌های مختلف بهشون رأی بدن. این آقا به اسم آقای ایوان مولن یه مقام در واقع شناخته شده این یه مقام امنیتی بوده، در CIA کار میکرده و همطور که اشاره کردید حالا ممکنه که مثلا فردی مثل آقای رامی هم پشت قضیه باشه یا افراد دیگه باشن، ولی در کل حالا فرصت نیست که وارد جزئیات قضیه بشیم، در کل این است که همونطور که اشاره کردید امکان داره که به هر حال یک ضربه‌ای به آقای دونالد ترامپ، کمان که آقای دونالد ترامپ خودش به تنهایی و بدون اینکه از کس دیگه این کمک و امدادی بخواد این کارا رو انجام میده و مثلا ایشون اگر در یکی دو ایالت با اختلاف چند هزار رأی بتونن به ضرر آقای ترامپ کار کنن، نه اینکه حتی خودشون موفق بشن، خب مشخصه که معلومه که آیتران موفق نمیشه و با این سیستم پیچیده الکترالی که برای انتخاب رئیس جمهور در آمریکا هست، اگه خاطرتون باشه زمان الگور و جورج بوش در اون بار اول معلوم نیست خلاصه قضیه به کجا بکشه و حالا که این اشاره کردن یادتون با آقای رالف نادر نیدر به قول اینجا یا رالف نادر بیفته که در همون انتخابات بین آقای الگور و جورج بوش شرکت کرد و نهایتاً وقتی که ایالت فلوریدا بعد از یک ماه هندی آقای بوش رو به عنوان برنده اعلام کردن، آرایی که آقای رفت نیدان آورده بود خیلی مشخص در واقع ضرر
به خاطر اون آقای بوش برنده شد و الگور شکست خورد. اینه که به هر حال نتیجتاً اینطور چیزی داره. البته باش مصاحبه هم کردن ولی میگه که مسئله اصل و اصول برای مطرح است و اینطور مسائلی. به هر حال حالا آقای ترامپ فقط مشکلش این نیست که توجه دارید آقای فرجی، همینطور که اشاره کردید این روز بود در واقع که 50 نفر از بیشتر از مقامات امنیتی هم هستن، اینا همسال رؤسای قبلی سازمان CIA، دو تا از وزرای این وزارتخانه جدیدی که بعد از ماجرای 11 سپتامبر درست شد و افرادی در این دست 50 نفر همه آدم های سرشناس به آقای ترامپ امضا کردن و اعلام کردن دقیقا که بهشون به هیچ وجه رأی نخواهند داد. و مثلا میگم خیلی نکات مطرح کردن و اینکه اون میتونه به قول این افراد یکی از بی‌پرواترین رؤسای جمهور در تاریخ آمریکا باشه و این مسئله واقعا بسیار مهمه. و در کنار اینا ما میبینیم که امروز مثلا سناتور سوزن کالینز در ایالت مین که خب جمهوری خواه هست، البته خب جمهوری خواه معتدلی زیاد میان روی نسبتا ولی به هر صورت جمهوری خواه، ایشون حتی در یک مقاله در روزنامه نیویورک تایمز الان به مقابله با آقای ترامپ برخواستن و رأی دادن بهش و گفتن که من بهشون رأی نمیدم. و میگم حالا همچه که عرض کردم افراد دیگه هم در اون 50 نفر هر کدومشون به اندازه خودشون واقعا شخصیت های مهمی در صحنه امنیتی و سیاسی آمریکا هستن. آقای زرزاده، من امروز یک گزارش دیگر میدم که پسر آقای جف بوش ایشون اومده از ترامپ طرفداری کرده، درسته این؟ در واقع فکر میکنم دیروز بود که ایشون اعلام کردن از آقای ترامپ طرفداری میکنه. پسر جورج بوش یعنی که هم عموش رئیس جمهور بوده، هم پدر بزرگش رئیس جمهور بوده، پدرش هم که اخیرا در این جریان انتخابات شرکت کرد و خب به هر حال نهایتا شکست خورد و بیرون رفت. البته حالا تفسیرهای مختلفی در مورد ایشون هست، ایشون خب جوان هستن، خیلی جوان هست و گفته میشه که خلاصه در ذهنشون یک آمال آرزوهایی هست برای که وارد دنیای سیاست بشن، به مقامهای بالا دست پیدا کنن، من جمله مثلا فرمانداری ایالت فلوریدا که پدر ایشون 8 سال تمام اونجا فرماندار بودن و شاید به ثوابدید و مسائل سیاسی بوده و یا اینکه خلاصه آینده رو در نظر داره به این طور چیزی، وگرنه توجه داره که در جریان کنوانسیون انتخابات حزب جمهوری خواه نه تنها پدرش که هیچی، حتی عموش یعنی جورج بوش دوم شرکت نکرد، جورج بوش اول شرکت نکرد، حالا ولی اینکه خب ایشون در نظر سلامتی یک موضوع ناراحتی داشتن، ولی به هر حال شاید بیشتر از اون هم که ارز کردم از این نظر بشه توجیه کرد کارشون، یه نظرشون به آینده است. حالا زرزده، حالا تو اردوگاه خانم کلینتون وضع چطوره؟ بله؟ تو اردوگاه خانم کلینتون وضعیت چجوری؟ یعنی آمارای جدید که میگیرن به اصطلاح نظرات مردم رو که میپرسن، وضعیت خانم کلینتون همچنان بالاست، خوبه وضعیتش در برابر آقای ترامپ؟ در واقع خیلی ها رو متعجب کرده، همونطور که البته خب صحبت میکردیم هفته‌های پیش بینی میکردیم، ایشون به هر حال با توجه به کارهایی که آقای ترامپ میکنه مخصوصا در 12 روز گذشته که شاید یکی از بدترین دورانی بودی که آقای ترامپ داشته با توجه به صحبت ها و مسائلی که مطرح کرده و لحنی که داشته، ولی به هر صورت خانم کلینتون همه رو متعجب کرده که در چند روز گذشته آماری رو که دارن ارائه میدن تمام این مؤسسه‌های نظرخواهی، ایشون یه چیزی حدود 10% جلو افتاد. البته به قطع میشه گفت که یک اینطور اختلافی باقی نخواهد ماند، ولی با علارغم این واقعیتی که میدونیم به هر حال پیش خواهد اومد، بسیار بسیار متعجب کرده همه را و میگم یه چیزی حدود 10 پوند تقریبا میشه گفت که کسی انتظار او رو نداشت، علارغم اون مسئله که خود خانم هیلری کلینتون داره و همین مسئله شهرام جزایری که اتفاقا شما مالان داشت، ببخشید شهرام امیری که شما بهش اشاره کردید، هم ظرف 2-3 روز گذاشته حتی من انتظار رو داشتم اون که اینقدر در مطبوعات و رسانه های گروهی آمریکا منعکس بشه و به این شکل مورد
استفاده جمهوری خواهان برای حمله به خانم کلینتون استفاده بشه با توجه به اون مسئله ایمیل هایی که صحبت کردیم پیشتر و اینکه ایمیل سرور شخصی داشتن و در نتیجه امنیت آنچنانی که باید شاید در حد مسائلی که وزیر امور خارجه باهاش برخورد میکنه و روبرو بوده اینطور امنیت هایی داشته و خیلی ها حداقل در حزب جمهوری خواهان الان این رو به اون برنامه رفت دیدن و در واقع گناه اعدام شهرام امیری رو به گردن خانم کلینتون میدن. آقای زارزاده، من یه سوال خیلی مختصر مفید از شما میکنم، خواهش میکنم، چون وقتم میدونید که از این به بعد دیگه به طور اوتوماتیک برنامه ها اگر سر وقت هم نشه قطع میشه. خیلی کوتاه و مختصر جواب بفرمایید. اون اینه که با سفر آقای اردوغان به روسیه و ملاقاتی که با پوتین داشت و صمیمیتی که نشون دادن دوتایشون، بس بر سر اینه که یک کشور عضو ناتو داره خیلی تمایل پیدا میکنه سیاستش به روسیه و مرتباً تو این مدت آقای اردوغان حمله کرده به آمریکایی‌ها و گفته در این جریان کودتایی که در ترکیه بود آمریکایی‌ها نقش داشتن. حالا به چه دلیلی از مداره که داره یا نه؟ میخوام ببینم عکس العمل این در بین سیاستمدار آمریکایی چگونه است؟ حالا عکس العمل این اینجا تقریباً آروم‌تر بوده در مقایسه با اروپا. دیگه شما خودتون الان منتظر چیزی ببینید، مخصوصاً آلمانی‌ها خیلی به شدت به این مسئله برخورد کردن و به نظر من آیه فرجی این کاری که الان آقای اردوغان کرده و خب دیدارش با رئیس جمهور روسیه خب یه چیزی میتونه معمول باشه، چندان چیزی ولی در شرایط فعلی با توجه به این مسئله که اتفاق افتاده با اون تحقیری که داره کشور میکنه و صحبت از اعدام کردن خدا میدونه صدها نفر از افرادی که حالا به قول ایشون به زن ایشون به برنامه‌های شاید اسنادی که موجود باشه در کودتا دست داشتن، همه اینا بسیار مهمه و مخصوصا با این زمینه که تا چندی پیش می‌بینیم چه شرایط چه روابط سردی بین ترکیه و روسیه وجود داشت. اینه که من بیشتر کارهای آقای اردوغان را در محدوده مسائل و ذهنیات شخصی و رویش میبینم تا اینکه به طور کلی در دراز مدت چه باشه. گرایش های ایشون به اون حالت دیکتاتوری که نشون دادن ماها و سالها به اون طرف دارن، حالا نمیدونم فرصت نیست که وارد جزئیات بشم، من به طور کلی فعلا این رو در این حد میبینم و البته که این مورد علاقه رئیس جمهور روسیه هم خواهد بود. خیلی سپاسگزارم آقای زارزاده عزیز. تا دوباره بعدی که دوباره با هم راجع به این مسئله صحبت میکنیم. سپاسگزار. فراوان منم با همه شما خداحافظی میکنم. خب امیران گرامی، تو ما رو قطع نکردن، اجازه بدید که من به برنامه خاتمه بدم. خیلی سپاسگزارم که برنامه من توجه کردید. ممنون از امیر شهرتی، این رو خواهم بگم ممنون، سپاس از امیر شهرتی که این برنامه رو کارگردانی کرد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.